جان قربانی و پیشت عاشقان قربان، تو عید جان قربانی و پیشت عاشقان قربان. بکش در مطبخ خویشم که قربانم به جان تو. یادی از خداوندگار بلخ نالونای بزرگ کردیم. با درود و بامدادتان بخیر عزیزان بیننده و وطنداران گل ما در هر گوشه و کناری که هستین، امیدواری سلامتی و صحتمندی شما را داریم. انشاءالله که از گزند روزگار در امان باشین و یک صبح پر از سلامتی را در کنار خانواده های عزیزتان آغاز کرده باشین. و یک سلام ویژه داریم بر شما عزیزانی که خارج از افغانستان هستین. امیدوار هستیم که شما همچنان خوب و سلامت باشین و روزها و ایام خجسته عید در کنار خانواده هایتان با خوشی ها سپری کرده باشین. امید بری داریم که دو روز عید، دو روزی که گذشت، روز اول عید و روز دوم عید، در کانون گرم خانوادهتان کنار دوستانتان و عزیزانتان با سلامتی سپری کرده باشین. و امروز هم که روز سوم عید است، با ما یک جا بگذرانین به خوشی و سلامتی. و همچنان باز هم من خالده رحیمی با اتفاق همکارانم خدمت شما هستیم. برنامه ویژه صبح عید است، امیدواریم که تا پایان برنامه ما را دنبال بکنین. و در این برنامه همچنان مهمانان خیلی خوب و نازنین با ما هستن. خیلی کوشش میکنیم که بهترین و زیباترین برنامه را تقدیم شما بکنیم. از شما هم دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراه بکنیم. مهمان اول ما بانوی قهرمان، بانوی نازنین و مهربان که شما با نامشان، با شخصیتشان آشنا هستین. مستر فراشود قهرمان زن افغان، الحاج جنرال صاحب خاتون محمد زیاد در استودیو با خود داریم. سلام، صبحتان بخیر جنرال صاحب، خیلی خوش آمدین. عیدتان مبارک، لباس نوتان مبارک. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. با هزار سپاس از خودت خواهر نازنین مزرعی صاحبتان، از دستندرکاران قهرمانتون که در این روز عید پر افتخار در پشت تریبیون هستن کار میکنن، ما در قدم نخست با خودت، با سر قماندان اعلی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان، با رهبران قهرمان ما، با وزرا، با قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان، با مردم افغانستان، هم از زنان، مردان، پیر، جوان در ولایات هستند، در قرا و قصبات هستند، برای بیوه ها، برای ملولین، برای فامیلای شهدا، برای تمام مسلمانان کره جهان عید شهید هدا، عید قربانه. از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. صحت و سلامتیشان از درگاه عزت متعال خواسته و خواهان هستم. امیدوار هستم هر روزشان عید و شبشان برات مملو از خوشی ها و برات باشه. سلامت باشین. بسیار تشکر جنرال صاحب، ممنون از این که تشریف آوردین در برنامه ما، وقت گذاشتین. ما خیلی خوشحال هستیم که شما را کنار خود داریم. سلامت باشین جنرال صاحب. دو روز عید چگونه آغاز کردین و امروز تا حال چگونه شروع کردین؟ سلامت باشین، خدا نگیریتون، یک دنیا سپاس. طبعا عید است. بله، در روز اول عید تدابیر قربانی بود، برای قربانی تدابیر گرفتیم. خداوند مقبول درگاهش بگردانه. از جمله حال اسلامه. و بعدا به نماز عید رفتیم. بله. نماز عید خواندیم. والا مدافعتن کسی که پیش نیم آمد عیدی کردم تو سرسری. دیگه عیدی نکردم، مصروف بودم. باز مصروف همی تلویزیون های شما بودیم. بله. دیگه باز هم از صمیم قلب برای او دوستا، عزیزا، با او خانواده ایم، برای همه هموطنانم که مرا عفو کنین، سخت مصروف بودم. عید باز از صمیم قلب به همه تان تبریک میگم، با والدین نازنینم، با خانم ایورم که بزرگ ماست، کلان ماست، و هم حیثیت مادر ما داره، دختر کاکای ماست، ننی ماست، به همه اینا عید از صمیم قلب تبریک میگم. برای او اولادای نازنین ما که خارج از مرز افغانستان است، با بچگک ما، با چوچگک ها، با تمام افغانای ما عید قربان
برایشان تبریک میگم و سلام میگم. بسیار خوب. از این بگوین جنرال صاحب که اید یک کارمند نظامی یک کشور، مخصوصا یک بانوی که در نظام کشور کار میکنه، با اید افراد عادی چقدر تفاوت داره؟ والا این براتون بگویم که مملکتی که از صفر شروع کرد، بله، مملکتی که در یک گودال ویرانه بود که امروز الحمدلله شکر بازارها ورجای شکران است، که ما میبینیم که قوت های نیروی مسلح جمهوری اسلامی افغانستان هم از اوناس هم از ذکر با یک قوت مکمل، با یک نیروی بسیار قوی و بلند اینا با پا استاد شدن و مملکت خدا آباد کردن. قسمی که شما اینا تو در تلویزیون و در رادیو ها نام خدا چقدر تلویزیون ها پیدا شده، چقدر رادیو ها پیدا شده، المپیک جور شده، وزارت خانه ها جور شده، بله، پارلمان، مجلس سنا و تمام معاصلین با پانتونای خود میرن، متعلمین به مکتبای خود میرن، معاصلین بورسای خارجی به خارج میرن. بله. این همه طور در نظام خواهرای نازنین و قهرمان ما در اشتهای مختلف، در بخشای مختلف، در پیلوتی، در دکتری، در نرسنگ، در امالات خانه، در تلاشی، در دفاتر، در دروازه های شهر کابل شما ببینید که خواهرای ما همیشون مصروف از این هستند که در تلاشی میکنن، در دفتر کار میکنن و در پلی ازی، در تمام دوائر نظامی اینا مصروف خدمت به جامعه خود هستند که ما میبالیم بالایشون و افتخار میکنیم. مملکتی که نظام نداره و مملکت نیست. بله. و این نظام افغانستان نظام افغان و از افغانستان است. ما باید سرمایه مملکت ماست، همه اینا خون ماست، اولاد ماست، از خود ماست. خدای طور ما آرزو میکنم ات روز بیاره. بله. که امی نظام افغانستان در یک مملکت دیگه برن و او مملکت برش آرامش بیارن. بله. یعنی من حیث یک نظامی میبالم که یک نظامی هستم و به نظامی های دیگه خودم میبالم و برشون از صمیم قلب، چون 28 اسد هم بسیار نزدیک است، برای تماما نیروهای قوای مسلح افغانستان، برای تماما مردم افغانستان در هر جایی که هستند، در قسمت افغانستان که هستند، برای فامیلای شهدا، برای متقاعدین عزیز ما، برای معلولین و معیوبین، برای بیوه ها، مردم افغانستان خارج از مرز افغانستان است، در داخل هستند، در ولایت هستند، در قرا و قصبات هستند، در هر کجایی که است، صدمین سال روز استقلال افغانستان جاودان ما را به همیشان، به تک تکشان تبریک میگم. بله. و فرد فردشان. بسیار تشکر جنرال صاحب. جنرال صاحب، گاهی اتفاق افتیده که در روزهای مناسبتی، مخصوصا اید، حالا که ما در عید قربان هستیم، شما مصروف کار بوده باشین، نوکری بوده باشین، مهمانان عزیز دوستانتان آمده باشن خانه و از پشت در دوباره برگشته باشن و شما در خانه نبوده باشین. سوال بسیار خوب قوی کردی. در هر مملکت این مروج است و 100% است. وقتی که در ریاست جمهوری و یا در وزارتخانه نظامی ما، اگر وزارت داخله باشه، اگر امنیت باشه و یا وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان باشه، وقتی که نماز خوانده میشه، بله، بعد از نماز میمان خانه دارن یا تام خانه اونجا، همی میوی دیر اینا همیشه آماده کردن و همی بزرگا همگی خردا با بزرگا ایدی میکنن و بله، بزرگا با خردا ایدی میکنن. بعد از او باز برای امی پرسونن کلانا که هستن بلند رتبه جنرال صاحب با همه اینا پیش از پیش تدابیر گرفته شده و وظیفه برشان سپرده شدن.
بسیاریشان میرن در اولایات قلوردوها را میبینن، با اونا ایدی میکنن، با از اونا بازپرس میکنن و در ولسوالی ها میرن، در شفاخانه ها میرن، در دروازه ها میرن، در قطعات میرن، با همیشان ایدی میکنن، از اونا بازپرس میکنن، پرسان میکنن، میبینیشان. دیگه این موضوعات 100% در نظام هست. بله میباشه. بله. یعنی اتفاق افتاده که شما نوکری بوده باشین، مصروف کار و ایده در خانه نبوده باشین، مثلا روز اول نبودیم، صبح وقت که از خانه ما بچیم برامدم و نوخت بسیار نوخت خانه می رفتیم، واقعا ندیدیم ما فامیل خود، از خانواده خود، از فامیل خود، از همه دوستان خود. بله. ما بسیار وقت دور بودیم. یعنی شریفانه براتون بگویم که آنقدر حجم کار بالا زیاد بود. بله. که هیچ صبح دیگه صبح موزی ما باز میشد برای نماز که به موضوع ما برامدیم، منتها کار توان دیگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود بچه. اگر ما زحمت نمیکشیدیم، اگر ما کار نمیکردیم، چون ما در قدم نخست وقتی که به نظام داخل شدیم و گفتیم که سمبولی که روی سینه ما میبینید، ما در اول قسم کردیم که ما سیاهی را با خون سرخ خود به سرسبزی مبدل میکنیم. چقدر کلمات زیبا پای بله، هم بله، این قسمی که کردیم باشد. و همین کار کردیم تا که وس و توان داشتیم و داریم و خود داشتیم. بله. ما برای امی مملکت خود که بسیار زجر متقبل شده، بسیار زجر دیدن، بسیار مشتک کلات اینا متقبل شدن. بله. یعنی برایشان زحمت میکشیم، کار میکنیم، کردیم. بله. و همی بزرگترین دستاورد ماست فعلا. بله. از همه بزرگای ما، از همه کلانای ما، از خود ما که امروز شما ببینین که نسل نو ما. بله. در شرایط فعلی تکنولوژی چقدر پیشرفت است، چقدر تلویزیون ها جور شد، چقدر رادیو ها جور شده، چقدر مملکت رشد کرده. یک وقتی یعنی من به ذات خودم یک تاریخ زنده استم و شاهد واقعی هستم که افغان ما به چی حالت بود، چی رقم زندگی داشت. بله. وقتی که ما برای اولین بار پرتاب کردم، یعنی شریفانه برات بگویم که ایرت مانده بودم که ما در کجا نشست کنم و میترسیدم که در کنج کنار بوم تو ویرانه بود. بله. و امروز شما نام خدا میبینین که آنقدر مردم ارتقا کردن که تا دیروز واقعا نان نداشتن و امروز هیچ نی یک کرولاخ پشت دروازش استاد است. بلند منزلا دارن، خانه ها دارن، زندگیشان خوب شده. هر وقت باید شکر گذار باشیم. بله. بسیار همگی تحصیل میکنن، خارج میرن، تجارت پیشه شدن، در المپیک هستن، مسابقات خارجی میتن، افتخار ما. بچه این مواقعات برات بگویم وقتی که کاندید پارلمان شد. بله. وقتی که ما برامدم بیرو به این سرکات تصویرها رو میدیدم که بند است، با هزارها بار شکر میکشیدم که الحمدلله شکر که در افغانستانی که دنیا بالایش میلیون ها حرف میزد، امروز همه بله. یعنی بلند شدن که ما مملکت را میسازیم. این بزرگترین جای وقتا. افتخار است. این دستاورد کی است؟ دستاورد امی کسایی که زحمت کشید وقتا. سر سیاه خود سفید کردن، دید چشم خود از دست دادن، قد چنارش خمیده شد، کپ شد، مثل که شما قهرمانا در این اتاق شیشتین، دنیا همه گی شما رو میبینه مگر شما اینجا در این گرمی، در این جایی که قید. بله. زحمت میکشید. این ما تو همه افغانای ما زحمت کشیدن، کار کردن، این نسل این مردم رساندن، واقعا از هر نگاه رساندن، واقعا رساندن. ما واقعیت ها رو میگم بچیم. بله. چرا ما همه این چیزا رو دیدیم دیگه. این بزرگترین جای افتخار. خیلی ممنون. بسیار تشکر جنرال صاحب از حضورتان. ممنون از این که در این روز عید بر ما وقت گذاشتین، تشریف آوردین و به امید سلامتی شما انشاءالله که خداوند برتان توانایی بده که بیشتر از این کار بکنید. قربان شما. بسیار تشکر از حضورتان. خداوند تعالی همه مردم افغانستان به حوج برین آشنا بسازن. یک توفه برشان میگم، میگه وطن
وطن که من جان شیرین فدایت کنم به حوج برین آشنایت کنم. بله سلامت باشین. سلامت باشین. خیلی ممنون از حضورتان جناب سید. بسیار تشکر که تشریف بردین. عزیزان بیننده برنامه را با ما دنبال بکنین. مهمانان خیلی خوب و عزیز با ما هستن. استراحت کوتاه داریم، برمیگردیم.